خدا شاهد از بودن اون ورد براتون میترسم. فقط یه بار میتونی احضار بکنی، یه بار میتونی احضار بکنی اگر دنبال احضار کردنه یه جن مسلمونی. امروز اومدم بهتون یه روش احضار جن رو بگم و متاسفانه کاملا واقعیه. خیلی خیلی زیاد ازتون درخواست دارم اینم مثل قبلی ها که انجام ندادید انجام ندید، چون این روش کاملا واقعی و خطرناکه. اجنه از ترس آدم ها تغذیه میکنن، یعنی اگه تو بترسی به اون قدرت دادی. پس اگه میترسی فقط ویدیو رو ببین، همینجا کلی بترس کلی بلر، ولی دیگه سراغ انجام دادنش نرو. باید نیمه شب باشه، نیمه شب شرعی. با تو اینترنت بزن بگو نیمه شب شرعی به وقت فلان. هر جایی که هستی، هر شهری که هست، زمانشو بهت میده. بعد از نیمه شب شرعی تو باید توی یه اتاقی باشی که تاریکه تاریکه، یعنی هیچ نوری وجود نداره. 4 تا لیوان آب میذاری دوره. قبلا گفتم اجنه عاشق بوهای خوبن، پس باید یه بخور روشن کنی. ولی چه بخوری؟ بخوله ولی چه بخوری؟ هر بخوری به درد این کار نمیخوره. یه سری از بخورا مختص علوم غریبه است، مختص دعانویساست، برای اینکه بتونن احضار بکنن، برای اینکه بتونن با اجنه ارتباط بگیرن. هر جایی نمیتونی پیدا بکنی بخورشو. لبان نر و جاوی، دوتا بخوریه که خیلی زود سوزه و عطر بسیار خوبی داره. اگر اونو روشن بکنی محیط آماده کردی برای احضار جن. حالا باید اون رمز کار رو بهت بگم و واقعا نمیدونم بگم یا نه. توی کامنت بگید که قول میدید انجام نمیدید. بچه ها این کار رو فقط یه بار میتونید انجام بدید و اگر ترسویی و اگر میترسی به هیچ از این کار انجام نده. و تأکید میکنم این کار ممکنه باعث روانی شدنتون و راهی شدنتون به تیمارستان بشه. الان بازی سیده میان میگن که خب تو چرا یاد میدی اگر نمیخوای کسی انجام بده؟ چاقورم میفروشن تو میوه فروشی ها، تو میوه فروشی نه، تو لوازم آشپزخونه فروشی ها. باهاش آدم میکشی؟ بنزین تو پمپ بنزین هست، باهاش ماشین آتیش میزنی؟ مرگ موش همه جا هست واسه کشتن موش. حالا اگه تو خوردی مقصر مرگ موش فروشه؟ اگه با نکاتی که بهت گفتم موافقی تو کامنت بنویس موافقم. من اینا رو بهت میگم که اگر جایی شنیدی یا دیدی کسی داره این کارو میکنه، یکی میخواد دهنتو سرویس بکنه، تو جلوگیری بکنی، نه که خودت بری انجام بدی. راهکارو یاد بگیر، بشنو، از عواقبش بشنو. یه جاهایی هم بترس، یه جاهایی هم سعی میکنم بخندونم درد توان، ولی تو قول بده که اینو انجام ندی تا من بهت بگم بعد چیکار بکنی. 79 بار سوره جن رو باید بخونی، اما بدون بسم الله. همین که بدون بسم الله دلیلی بر اینه که این یه روش احضار واقعیه. اگر تازه از طریق اکسپلور وارد پیجمون شدید یا از طریق ساجستشن یوتیوب داخل چنلمون اومدید، همین الان پیج رو فالو کنید، ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک کنید. این چنل خودتونه. خودت کامل میدونی چرا؟ چون وقتی تو الفاظ قرآنی و الفاظ مبارکه رو به کار میبری باعث میشه که موجودات ماورایی کنار تو نباشن، یا حتی اگه کنارت هستن از پیشت برن، چون نمیتونن بشنون، چون باعث میشه که اذیت بشن. برای همین 79 بار بدون بسم الله. تا اینجا یه کاری کمی راحته، کار زمانی سخت میشه که بعد از هر بار باید یه ورد خاصی رو بخونی. خدا شاهد از خوندن
خوندن اون ورد براتون میترسم که یهو بعضیاتون برید انجام بدید. این بده. اینم بهتون تاکید بکنم، احضار جن بدون داشتن حلقه محافظتی یا مندیل یا مندر، خیلی چیزهایی که گفته میشه، کار خطرناکیه. من حلقه محافظتی بهتون آموزش ندادم، واسه همین میگم سراغ احضارش نری. حلقه محافظتی میخوای بهت یاد بدم؟ لایک های این ویدیو برای بچه های اینستا بشه 20K، برای بچه های یوتیوب بشه 3K. آموزش حلقه محافظتی هم بهتون میدم، چند روش، ولی باز تاکید میکنم که انجام ندید. بعد از هر باری که خوندی باید این وردو بگی: توکلوا یا خدام هذه صورت شریفه من قرآن العظیم وجلبوا جماعت اجنت اندی به حق تنیش حکریوک هیوتا هیسا هر هیسا شم هیسا شما خطا اشما خطا رحیسا ناهیسا بارکلا میکن و علیکم یا خدام الشریف. وقتی که تمام این کارهایی که گفتم و انجام بدی، اون جن توی اون اتاق احضار میشه و حالا زمانیه که اون جن موظفه که تمام سوالات شما از گذشته، حال و آینده رو پاسخ بده. یه بار دیگه تاکید میکنم این کار رو چند دفعه نمیتونید انجام بدید، فقط یک بار قادر به انجام این کار هستید. پس اگر تصمیم به این کار گرفتی، از همه نظر آماده باشی، حتی سوالهاتون و از همه مهمتر اعتماد به نفستون، چون به هیچ وجه نباید از اون بترسید. یه نکته خیلی مهم که حائز اهمیته، اگر آدم خوشبختی بودید و تونستید که اجنه رو احضار بکنید، در نظر داشته باشید که هیچ وقت اونها رو بالاتر از خدا نبینید و هر شرط و قراری که با هم دیگه گذاشتید تماما بر مبنای اسلام باشه، چون اونها اجنه مسلمان هستن. حواستون باشه اگر به خلاف این عمل بکنید میتونه آسیب های خیلی بزرگی بهتون بزنه، آسیب های جبران ناپذیر. این نکته رو باید در نظر داشته باشید که پادشاهان اجنه هر چند که مسلمان هم باشن باز هم خطرناکن، چون دارای علم بسیار زیادی هستن. نکته خیلی مهمی که راجبه این موجودات هست اینه که این موجودات لزوما با شما رو راست نیستن، حتی اگر قولی به شما دادن که بهتون آسیب نمیزنن ممکنه بر خلاف حرفشون عمل بکنن. برای همینه که تاکید بسیار بسیار زیادی داریم که هیچ وقت این کارو انجام ندید. صرفا دارید یه سری مطالب گوش میکنید، یه مقدار هیجان زده بشید و سطح آدرنالین بدنتون بره بالا، بنابراین هیچ وقت سراغ انجام دادنش نرید. صرفا برای احتیاط متن رو یه جاهایشو غلط خوندم، واسه حفظ جون خودتون. متاسفانه تایپی متنم براتون نه تو دیسکریپشن نه تو کپشن نمیذارم، برای حفظ جون خودتون. Shut the fuck up. Nobody wants to hear it. Nobody will ever want to hear it. Nobody cares. And the fact that you thought someone might care is honestly baffling to me. اجنه از ترس شما تغذیه میکنن، هیچ وقت سراغشون نرید. اگه دوست دارید این متن رو بدونید، باید اول مندیل رو بلد باشید، باید اول حلقه حفاظتی رو بلد باشید. پس حمایت کنید از این ویدیو تا حلقه حفاظتی رو بهتون بگم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر پسندیدید این ویدیو رو حتما لایک بکنید، این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، یکم بترسونیدشون. عاشقتونم. ماچ یو آر.